سلام اردت، دعوت شدم به مهمونی سالانه تحلیلگران خبره مالی و به عنوان ایرانی حقیقتش حس خوبی دارم که به این مهمونی دعوتم کردن توی فضای مالی، توی کلاب کاملا خصوصی، توی یکی از برج‌های معروف اتاوا، و اصلا افراد رو راه نمیدن مگر اینکه از طرف شرکت‌های بزرگ دعوتنامه داشته باشید. بریم با هم ببینیم. قبل از همه چی خیلی ممنون میشم اگه با ویدیو حال کردید، ویدیو رو لایک بکنید، عضو کانالم بشید. خیلی لطف بزرگی کردید، خوشحالم میکنید. قبل از اینکه بریم به اونجا برسیم، میثم هستم از اتاوا کانادا، تحلیلگر سرمایه‌گذاری شرکت هستم اینجا. قبل از اینکه بریم من باید برم اینجا برای افتر پارتیش، احتمالاً افتر پارتی احتمالیش چیزی بگیرم. یه طبقه بیشتر نداره، طبقه 15. این ریدو کلاب آسانسورش آسانسور مخصوصه و آسانسور خصوصیه، فقط هم یه طبقه میره، اونم طبقه 15 که میخوره به اون محیط اصلیش. All good? Perfect. Yeah, all over there. Thank you. Is this the CFA event? Sorry? The CFA event? Yeah. Oh, perfect. You want to grab a drink? Oh, yeah, sure. What do we have? We have anything in the form of tequila? Tequila? So apparently if you're a member of the Manitoba Club, you're actually, you can come here and do whatever as you would there. Oh, so, okay. Yeah. Quick question. You guys know this, but is a video club? توضیحات شو باید برم بیرون بدم، اینجا نمیشه. هر پرایویته به این دوربین من گیر میدن. اینجا جاییه که نخست وزیرهای کانادا
حالا تو زیادش میگی. Winner take all. But all I really wanted was the wins. Mason is still filming us, by the way. I'm just getting some. ساعت 9 ما رو انداختن همونجا بیرون، گفتیم که خب میریم یه بار. الان جایی هست این چیه؟ الان این باری هستش که اومدیم. جالبه رئیس خود منم توشون هست. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا اینجا دیدید. حقیقتش خیلی دوست داشتم بیشتر ویدیو بگیرم ولی واقعا نمیشد. ما رفتیم تو اونجا تو اون ریدو کلاب که میگم یه جای خیلی خصوصیه، مثلا خفن نمیدونم فلان فلان بود و جان چه باحال دارن چیز میکنن، باز خوششون بیلیارد بازی میکنن نمیدونم میبینیم دارن. بعد اونجا مثلا $3,000 به قولی ورودی میدن برای اینکه سالانه بتونن اونجا استفاده کنن. تا ساعت 9 شب هم بیشتر نمیشه به قول اینکه مثلا همه سناتورا و نخست وزیر و اینجور دیپلومات ها و اینا میان اونجا. و بعدش هم رفتیم یه بار و بعدش هم یکم مدیرامون گفتش که اگه دوست دارید مثلا بیاد بریم خونه ما، که تا همین الان که ساعت 11 خورده بود ما اونجا بودیم. ولی دیگه من واقعا گفتم که من باید بخوام فردا صبح برم سر کار. فقط یه نکته بگم در مورد اینکه من چجوری مثلا تو این پوزیشن رو بگیرم. این پوزیشن به قولی کار والنتری یا کار داوطلبانه هستش که من انتخاب کردم به عنوان مسئول روابط عمومی CFA. ولی خب هر کسی هم نمیذاشتن این پوزیشن رو بگیره، یعنی باید مثلا یه سطحی از این امتحانای CFA رو پاس می‌کردی تا میتونستی همچین پوزیشنی رو بگیری. یعنی مثلا من سطح 2 رو رد کردم به خاطر همین قبول کردم، وگرنه میگفتن که یه جوری میبیچونن دیگه، میگفتن نه حالا ممنون که مثلا تمایل داری ولی نه نمیتونیم مثلا این پوزیشن رو بهت بدیم. کلا دیدین این امتحان CFA یه مقدار امتحان سختیه و اینا هم دوست دارن کسایی بیان عضو این مجموعه بشن که این امتحان رو رد کرده باشن. مثلا یه کلاس خاصی داره، اینجوری بگیم مثلا یه کلاس خاصی داره این امتحان رو رد کرده باشی. خلاصه خیلی جالبه که مثلا میری تو این فضا و یه سری مدیرای اینجوری میان و خیلی خودمونی هستن و به قولی میتونی باشون اینجوری وقت بگذرنی. من خودم دوست دارم این جوی که میتونی با یه همچین آدم هایی اینقدر راحت وقت بگذرنی. نمیدونم ویدیو فکرم خیلی کوتاه شد، امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. ممنون که این ویدیو رو دیدید. میگم فقط میخواستم یه جوری نشون بدم که به عنوان یه ایرانی دوست دارم دیگه، میدونی اصلا من خودم واقعا دوست دارم نشون بدم که به عنوان یه آدم ساده تونستم توی همچین جمعایی راه پیدا کنم. ممنون که این ویدیو رو دیدید، موفقیتتون. امیدوارم که به هر چیزی که دوست دارید برسید. See you in the next one. یه قسمت هم هیچ رفت به ایونت امشب نداره، فقط صرفش رو هوا خیلی خوبه، فردا شدیدن سرد میشه. اومدم اسکوتر حقیقتش